واکنش های متفاوت نصیر فیاض، احمد سعیدی و رحمت الله نبیل در پیوند به حمله بر جان امرالله صالح و شهادت چندین هموطنمان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. احمد سعیدی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: با سلام، من از روزی که آقای امرالله صالح کاندیدای معاونت ریاست جمهوری بود تا هنوز هرگز نزد آن نرفتم و از نزدیک او را ندیدم. در جریان انتخابات کسانی را نزد من فرستاد که در آن تیم بروم و همکاری کنم، ولی من لازم ندیدم و همکاری نکردم. اما با شنیدن حادثه خونین دیروز سخت دلتنگ و اندوگین شده و با عجله دقایق بعد از حادثه ایشان رفتم و صحبت با او داشتم. لحظه ای که با او صحبت داشتم، جناب آقای رحمت الله نبیل، آقای وایس برمک و تعداد شخصیت های دیگری از اعضای کابینه نیز حضور داشتند. چند دقیقه ای که با او صحبت داشتم، دریافتم که دستانی که کار میکند که امرالله صالح باید از صحنه سیاسی دور شود. دلایل زیادی برای حذف آقای صالح از صحنه سیاست وجود دارد. اول اینکه آقای صالح مانند هر شخص وطن دوست دیگر، با تبدیل شدن افغانستان به میدان تاخت و تاز برای پاکستان و دیگر کشورهای تروریست پرور سخت مخالف است. دوم اینکه در نظام فعلی نسبت به هر مقام دیگر آقای صالح به عنوان چهره ضد طالبانی شناخته می شود. سوم، آقای صالح در ارتباط به نقش استخبارات منطقه در حمایت و پرورش تروریستان آگاهی کامل دارد. و چهارم اینکه آقای صالح شخص جدی و توانمند هست که ستون پنجمی ها و تروریست ها نمی توانند در حال و آینده از دست او روز خوشی داشته باشند. با این دلایل می توان درک کرد که چه کسانی در پی ترور و نابودی آقای صالح اند. اول، هر شخص و کشوری که مخالف صلح، آرامش، امنیت و استقلالیت افغانستان است می تواند دشمن آقای صالح باشد. دوم، استخبارات کشورهای همسایه و فرامنطقه به ویژه ISI می باشد. سوم، گروه طالبان و حامیان آنان اند. چهارم، افراد چند پاسپورت در داخل نظام اند که چهره های قاطع و صادق را تحمل کرده نمی توانند و در موجودیت اینها با خاطر جمع دزدی، خیانت و تن فروشی و نقش ستون پنجم را بازی کرده نمی توانند. از سوی هم آقای صالح شبی که در تولونیو صحبت داشت، علیه دونالد ترامپ و مقامات آمریکایی هم انگشت انتقاد گرفت. اگرچه انتقاد آن هم حق بود، هیچ تردیدی وجود ندارد که دونالد ترامپ سیاستمدار خوبی نیست، سیاستمدار هردم خیالی است. ولی مجبوریت هایی که ما داریم، گاه و بیگاه باید در مقابل ابرقدرت ها از احتیاط نیز کار بگیریم. شاید دوستانی باشند که در این رابطه با من هم نظر باشند و بهتر از من بدانند و شاید هم مخالف نظر من دیدگاه های داشته باشند. هر کس آزاد است. نصیر فیاض روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: اشک‌های بی‌ارزش و خون‌های بی‌رنگ ما. لحظات قبل از مراسم خاکسپاری و غمشریکی یکی از قربانیان حادثه تایمنی برگشتم. صادقانه حضور غمشریکان فامیل شهید لالا اسد خیلی اندک از صف بستگان عیادت امرالله صالح بود. وی یگانه نانآور خانواده 6 نفره بود که به مشکل می توانست کرایه خانه و نان خشک خانواده اش را تأمین کند. اشک های ناامیدانه و نگاه های وحشت زده مریم، دخترک خردسال اسد، قلب هر سنگدلی را پاره می کند. مریم هفته ها منتظر وعده دروغین پدر مانده بود تا برایش لباس نو بخرد، بی خبر از آن که دیگر پدر به خانه بر نخواهد گشت، بی خبر از آن که مریم شبهای زیادی را گرسنه نخواهد خوابید و بی خبر از آن که سرنوشت سیاه روزگار مریم را در نبود امن ترین رکن خانوادهش در آغوش خواهد گرفت.
درست مثل همه قربانیان اسد نیز قربانی نامردانه ترین حمله شده بودند که به دلیل سوختگی اندک دست آقای صالح حتی در سرخط خبرهای رسانه ها هم قرار نگرفت و مریم را در حالی که یگانه سکون خانوادهش را از دست داده بود هیچ کسی عیادت نکرد. در اینجا ده ها تن از همدیاران عیار، سلحشور و شهید پرور تاریخ سرزمین مریم فقط به دلیل قدرتمند بودن معاون اول پشت در آقای صالح صف بستند تا از قافله رنگبازی روزگار عقب نمانند. در حالی که من نیز از حمله بر جان معاون اول ریاست جمهوری شاک زده و متاثر شدم، اما آنچه که من را بدین نوشته و واداشت قطار دسته های سیاسی مسئولین سرزمین بود که ضمن انتشار عکس های فیسبوکیشان از عیادت معاون رئیس جمهور رقابت جمله بندی های تملق آمیز فیسبوکی را نیز بدون کوچکترین اشاره به قربانیان آن و پابرهنه این حادثه براه انداختند. در این شک ندارم که امرالله صالح یکی از سیاست مداران زیرک افغانستان است و در این هم شک ندارم که حمله بر جانوی قبل از تعریف هویتش به عنوان معاون رئیس جمهور به عنوان یکی از نخبگان شجاع این مهلکه از وار و غم‌انگیز است. اما فراموش نکنیم که رسیدگی به قربانیان مظلوم هر حادثه انفجاری همچنان از مسئولیت‌های درجه یک صف بستگان پشت در آقای صالح نیز است. امرالله صالح در پیام ویدیویی از قربانیان حادثه معذرت خواهی کرد، اما نیاز است تا هدایت جدی رسیدگی به همه قربانیان را نیز دستور دهد تا حداقل به اشک ارزش داده شود و خون بی‌رنگ بر زمین نماند. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشند. دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشند. دل کس به کس نسوزد، در محیط ما به حد که غزال چوچه اش را به پلنگ می فروشد. جنت فردوس به همه شهیدان و صحت عاجل به تمام مجروحین این حادثه و با امید صلح با عزت و پایدار در سرزمین به خون خفته ام. درود. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در واکنش به حمله اخیر به جان امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه تویترش نگاشته است که تردید دشمنان پیدا و پنهان هر زمان و هر مکان برای حذف ما در کمین نشستند. به صورت طبیعی ما و امثال ما برادر امرالله صالح خان از اهداف مشروع برای دشمن به شمار می رویم. رئیس پیشین امنیت ملی تاکید کرد که دشمنان افغانستان بدانند که صدای وطن دوستی را نه در گذشته خاموش کرده توانستند و نه در آینده خواهند توانست. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک سازید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار. کامگار و سرفراز باشید.